سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. آیت الله العظما شیرازی در فرازی از سخنرانی سالانهشون که در آستانه ماه محرم دارن هر سال در شهر قم در بیت معظم الله، در فرازی به مسئله خذلان اشاره کردند، مسئله‌ای که در بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام حولش صحبت شده و در این فراز فرمودند یاری نکردن امام حسین علیه السلام یکی از اسباب عدم استجابت دعاست. کوتاهی و بیتفاوتی نسبت به شعائر حسینی خذلان و ذلت در دنیا و آخرت را در پی دارد. امشب در 763 قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از شما میپرسم از آثار دنیایی و آخرتی خذلان و کوتاهی در حق امام حسین علیه السلام چه میدانید؟ با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، در خدمت شما هستم از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و بدون فوت وقت عرض کردم شب گذشته در این دهه به دلیل پخش زنده های بسیار زیادی که الحمدلله در شبکه امام حسین علیه السلام هست و همه استودیوها مشغول برنامه های مختلفی برای 5 شبکه امام حسین علیه السلام هستند، تا اذان صبح معمولا این شبها مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام بدون فاصله لاینقطع پخش زنده داره، به خاطر همین وقت برنامه کم هست و من هم بدون فوت وقت صحبت میکنم خدمتتون. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یکی از روایت هایی که عرض کردم بسیار زیاد هست در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و سیره اهل بیت، همانطور که تشویق میکردند شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام رو به زیارت سید الشهدا علیه السلام در هر شرایطی. وقتی که از نظر فقهی و احکام شرعی اهل بیت علیهم السلام میفرمایند که حج خانه خدا جایز نیست اگر انسان احتمال خطر بدهد، احتمال این که در راه حج جانش به خطر بیفتد، بفرمایند که جایز نیست و نباید به اون سفر بره. اما همان اهل بیت علیهم السلام،
راجع به زیارت سید الشهدا علیه السلام، حتی در شرایطی که انسان یقین دارد به اینکه ممکن است خطری باشد یا اینکه یقین دارد که خطر هست. روایات بسیار بسیار زیاد هست که می‌فرمایند ترک نکنید زیارت سید الشهدا علیه السلام را، همینطوری که تشویق می‌کردند محبینشون رو به زیارت سید الشهدا، به تشکیل مجالس اعضای سید الشهدا. خود اهل بیت علیهم السلام مجالس اعضای سید الشهدا در منزل خودشون تشکیل میدادند، مجالس روزخونی، شعرایی که از شهرها و کشورهای مختلف می اومدند در ایام محرم و به عنوان عرض تعزیت خدمت اهل بیت علیهم السلام، بسیار زیاد هست مواردش. الان این صحبت ها رو که میکنم شما شاید سخنان برخی از شبه افتنان به ذهنتون بیاد که نزدیک محرم هر ساله شروع میکنن به تکرار صحبت هاشون و شبه افکنی این که اهل بیت اگر جان مردم در خطر میافتاد تعطیل میکردن روزه رو اهل بیت فلا. عرض کردم شب گذشته نیازی هم به تکرار نیست که دروغ میبندند به اهل بیت براحتی، به راحتی مطلب دروغی رو نسبت میدهند به اهل بیت علیهم السلام و به طبق همین منوال به مراجع اعظام تقلید دروغ نسبت میدند و این صحبت ها. همینطور که اهل بیت علیهم السلام تشویق میکردند به تشکیل مجالس اعضای سید الشهدا در هر شرایطی، در شرایط خفقان و سرکوبی که بنی امیه و بنی عباس به ویژه برای بنی هاشم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ایجاد کرده بودند، مجالس اعضای سید الشهدا علیه السلام تعطیل نمیشد. سخن من نیست، تاریخ رو مراجعه بفرمایید، روایات رو مراجعه بفرمایید، بسیار مفصل است. راجع به خذلان هم به همین مقدار تأکید میکردند و اهل بیت پیروانشون رو بر حذر می داشتن از اینکه مبادا کوتاهی کنید در یاری رساندن به سید الشهدا علیه السلام، مبادا کاری از دستتون برمیاد و انجام ندید. هر کاری، هر کسی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها و بل الانسان علی نفسه بصیره. یه وقتی که شما براتون امکان داره شرایط زیارت رو برای افرادی مهیا کنید از هر طریقی و این کار رو نمی کنید، مسئله خذلان عرض می کنم، کوتاهی کردن، بی تفاوتی کردن نسبت به هر مسئله‌ای که مربوط به امام حسین علیه السلام باشه در طول سال، نه فقط در ایام دهه اول محرم، دهه عاشورا، در طول سال همیشه. روایات بسیار زیاد است. یکی از این روایات رو اشاره کنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند یقتل ابن الحسین به ظهر الکوفه، الویل لقاتله و خاذله و تارک نصرته. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که در پشت کوفه، یعنی کربلا، از نظر جغرافیایی نگاه کنید نقشه رو، در پشت کوفه فرزندم حسین رو به شهادت میرسانند، وای بر قاتل او و وای بر ترک کننده یاری او و وای بر خاذل او، خاذل، خذلان، یعنی کسی که بی تفاوتی کند نسبت به او، نسبت به یاری او و کوتاهی کند نسبت به سید الشهدا علیه السلام. نکات بسیار زیادی در همین روایت و فرمایش کوتاه هست، من جمله این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مسئله خذلان رو در ردیف قاتل سید الشهدا علیه السلام آورده اند. بارها و بارها مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی فرموده اند، همین چند شب قبل در سخنرانی سالانه در آستانه محرم هم فرمودند که امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود است.
و هر آنچه که مربوط به سید الشهدا علیه السلام باشد، خدای متعال قبل از آخرت در همین دنیا سزای اون افراد رو خواهد داد. کسانی که ترک یاری امام حسین رو بکنند به هر بهانه‌ای، به هر دلیلی، کسانی که بی تفاوتی بکنند، بی تفاوت باشند، بگن نه عزاداری میکنیم، نه کاری داریم به عزادارها، زخم زبونشون هم نمیزنیم، طعنه هم نمیزنیم بهشون، چیزی هم بهشون نمیگیم، بی تفاوت. بی تفاوتی در مسئله امام حسین علیه السلام بسیار بسیار مسئله مهمی است که پیامبر خدا میفرمایند الویل لقاتله و خاذله، همردیف قتله عاشورا آورده اند، قتله امام حسین آورده اند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. و مرجعیت شیعه فرمودند بی تفاوتی خذلان است، کمکاری کردن خذلان است، کوتاهی کردن خذلان است. حالا مرجعیت شیعه اشاره کردن به این که ببینید، آمار بگیرید در شهری که شما هستید، در کشورهای دیگر، در شهرهای دیگر ببینید از عاشورای سال گذشته، از محرم سال گذشته تا به الان در یک سال گذشته چند حسینی اضافه شده است، چند حسینی بیشتر ساخته شده است، یا کارهای دیگری که مرجعیت شیعه هم اشاره فرمودند، کسانی که می توانند بانی جور کنند برای خرج هیئت و نکنه، بگه خب مسئول هیئت که به من نگفت، برای چی من برم پیش قدم بشم؟ یا به خاطر حرف و نقلی که مثلا ممکنه پیش بیاد، نه پیش قدم نمیشم، اگه اومدن به من رو بزنن باشه، منم میرم براشون آبرو میگذارم، خودم که پول ندارم مثلا، اگر نداشته باشه کسی که داشته باشد که فبها، خوش به سعادتش. اما این کار رو نکنه، منتظر بماند که مسئول هیئت بیاد به او رو بزنه، فلانی تو آبرو داری مثلا تو بازار، برو برا ما چند تا بانه جور کن، در فلان جای هیئت لنگیم. اگر کمکاری کرد، خودش پیش قدم نشد، خذلان است، کوتاهی کردن خذلان است. هر کاری که انسان بتواند حسب توانایی های خودش در راه دستگاه حسینی و شعائر سید الشهدا علیه السلام انجام دهد و کم کاری کند انجام ندهد، آیت الله العظمی شیرازی طبق روایات فرمودند که خذلان است، کوتاهی کردن و بی تفاوتی، و هر کسی که کاری از دستش بر بیاید، و این افراد رو فرمودند که خدای متعال به ذلت در دنیا و آخرت مبتلا می کند. و اشاره کردند در همین فرازی که صحبت کردند راجع به مسئله خذلان، به این که بعضی ها شکایت می کنند، اعتراض می کنند، ناراحت هستند از این که چرا دعاها مستجاب نمیشه. فرمودند که سید ابن طاووس فلان مقدار 16 مورد رو اشاره کرده و فرمودند که نه، برای اسباب عدم استجابت دعا فقط منحصر در اون 16 مورد نیست. آیت الله العظمی شیرازی فرمودند که یاری نکردن امام حسین علیه السلام، یاری نکردن امام حسین علیه السلام، کسی کاری از دستش بر بیاد و انجام نده، از اسباب استجاب نشدن دعاست، طبق روایاتی که موجوده. یکی از اسبابش همین مطلبه. خیلی باید مراقب باشیم، و مخصوصا حالا کسانی که سنگ اندازی می کنند در بحث شعائر مقدس حسینی، کسانی که کارشکنی می کنند، خب حال و روزشون مشخصه، و همانند مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی که سیره اهل بیت علیهم السلام هم همین بوده، ما هم دعا می کنیم که انشاءالله هدایت بشن و با این وضعیت از دنیا نرن.
اونها تکلیفشون مشخصه. اما کسانی که تصورشون این هست که ما که خودمون امام حسین رو دوست داریم، الان شرایط یه طوریه که من نمیرم تو روزه شرکت کنم، الان شرایط یه طوریه که من خرج هیئت نمیدم، الان شرایط یه طوریه که اگر برم تو بازار به چند تا بازاری رو بزنم روم و زمین میندازن، پس کاری نمی کنم. عاشق امام حسین هستم، هر روز زیارت عاشورا هم میخونم، اما اون کارایی که از دستش برمیاد برای تعظیم شعائر حسینی رو انجام نمیده به بهانه های مختلف. آیت الله العظما شیرازی فرمودن یکی از اسباب استجاب نشدن دعاها همین مطلبه. میتونی کاری انجام بدی برای امام حسین، انجام ندی، به هر بهانه‌ای که باشد، به هر دلیلی که باشد. سالای قبل همت میکردین، مبالغی رو جمع آوری میکردید، کسانی که تا به حال مشرف نشدن کربلا، همت میکردید اونها رو کربلایی میکردید. الان میگید که خب مرز زمینی که ایران اجازه نمیده بسته است و مرز هوایی هم که هزینش فلان میشه، حالا ما به بهانه های مختلف کارهایی که سالهای قبل حداقل میکرده تو دستگاه امام حسین امسال ترک بکنه. این میشه خذلان، یکی از اسباب استجابت نشدن دعا هم هست. و فرمودند آیت الله العظما شیرازی در همین سخنرانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی فرزندشون سید الشهدا علیه السلام در سنین کودکی بودند، در آغوش گرفتند فرزندشون رو و بوسیدند، و روایت مفصله تا اونجایی که دعا کردند برای فرزندشون و برای یاری کنندگان فرزندشون حسین، و همچنین نفرین کردند، هم دعا کردند اللهم انصر من نصره، خدایا یار باش، پشتیبان باش، حمایت کن کسی که حسین من رو یاری میکنه، و هم نفرین کردند اللهم خذل من خذله. بسیار نفرین عجیبی است از پیامبر رحمت للعالمین برای کسانی که موجب خذلان امام حسین میشن. اللهم خذل من خذله وقتل من قتله، تا آخر روایت، ولا تمتعه بما طلب. هر دعایی هم که میکنه، هر حاجتی هم که ازت داره، پیامبر رحمت للعالمین از خدای متعال درخواست کرده. کسانی که یاری نمی کنند فرزندم حسین رو، دعاهاشون رو مستجاب نکن. مستحضر هستید که کلام پیامبر خدا کلام حق تعالی است، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سلام میکنم با آقای عبدالقدیر از کابل، قطع شد تماسشون. روایت بسیار زیاد هست راجع به مسئله خذلان. در یکی از روایات شیخ صدوق نقل میکنه این روایت رو از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. پیامبر فرمودند، ببینید چقدر این مسئله مهمه، مسئله خذلان، بی تفاوتی نسبت به امام حسین. عرض کردم اونایی که کارشکنی میکنن، سنگ اندازی میکنن، اونها هم شامل هستن، اما تکلیفشون روشنه. حالا ما بیشتر تمرکز میکنیم روی این مطلب که بعضی شاید ندانند و تصورشون این باشه که عاشق امام حسینن، حالا یه کاری هم از دستش برمی اومده نکرده دیگه، این که چوب نداره. اما مسئله خذلان اینطوری نیست. بی تفاوت بودن راجع به مسائل امام حسین علیه السلام خیلی خطیره مسئلش.
پیامبر خدا فرمودن ان فی النار منزله لم یکن یستحقها احد من الناس الا بقتل الحسین و یحیی ابن زکریا. همان گونه که مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی فرمودند سید الشهدا استثناء عالم وجود هستند و برخورد خدای متعال و تعامل خدای متعال با محبین امام حسین در دنیا و آخرت استثناء است. روایات فراوانی که خدا چه می کند در روز قیامت با زوار سید الشهدا علیه السلام، اون تعامل، اون رفتار استثنایی که با احدی از بنی آدم چنین برخوردی نخواهد کرد، تا اون جایی که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند همه چند میلیارد در روز قیامت انسان محشور میشه در صحرای محشر روز قیامت، همه انسان‌ها یتمنا انه کان من زوار الحسین. خدا چه برخوردی میکنه با زائرین سید الشهدا علیه السلام که همه بشریت در روز قیامت آرزو میکنند ای کاش ما در دنیا حسین رو میشناختیم و به زیارتش میرفتیم. همان گونه که استثناء عالم وجود است و با محبین سید الشهدا برخوردی استثنایی میشود، با قتله سید الشهدا علیه السلام هم برخوردی استثنایی می شود. قتله ای که در اون روایتی که ابتدای برنامه عرض کردم پیامبر خدا هم ردیف خاذلین فرمودند، در این روایت می فرمایند که جایگاه خاص و ویژه ای در جهنم خدای متعال قرار داده برای قتله سید الشهدا علیه السلام. این معنای استثناء عالم وجوده، هم رفتار با محبین و یاری کنندگان سید الشهدا استثناء است، هم رفتار با دشمنان سید الشهدا علیه السلام. در روایت دیگری عرض کردم صدها روایت هست، وقت برنامه کمه، من تندتر عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام در روایتی مفصل که فضائل زیارت پدرشون سید الشهدا علیه السلام رو بیان میکنن تماس وصل میکنید. آقای مرتضی از اصفهان، سلام علیکم. علیکم سلام علیکم. عظم الله اجورکم. عظم الله اجورکم. در این محلما تشکرتونیم به شما و همه عزاداران حسینیه. یا حسین، بفرمایید از آثار دنیایی و آخرتی خذلان و کوتاهی در حق امام حسین چه اطلاعاتی دارید؟ آثارش این است که آقا بهنام هر کی دعوت بشه توی اعضاخونه امام حسین، نمیخواد بره به بازاری رو بزنه، نمیخواد رو بزنه به شخص ثالثی، نمیخواد رو التماس کسی ها بکنه، هر کی ها خوری خدا بند میزنه پای سرشو مگد که بیا آقا توی دستگاه سید الشهدا خرج کن، بیا توی دستگاه سید الشهدا شرکت کن، دستگاه سید الشهدا که این حرفا نیست که بخواد که کسی رو تماس شا بکنه، اینا که این حرفا رو میزنن که آقا نمیدونم موقعیتش رو نیست، آقا نمیدونم فلان، آقا شرایطش روست، این همه حرفای مسمومه، این همه حرفای وهابیته. خب آقا مرتضی، حالا اگر کسانی باشند که امکان این رو داشته باشند، چه از نظر مادی چه از خدمات دیگر، کاری در تعظیم شعائر حسینی انجام بدن و کوتاهی کنند، انجام ندند، اینها رو چه اطلاعاتی دارید از آیات، از روایات؟ من چیزی که اطلاعاتی که دارم از اینه که شرکت میکردن در عزاخانه حضرت سید الشهدا، چه تو محله خودمون چه تو محله فروشان، و حالا عقب کشیدن خودشون ها سال گذشته، بعدی سال 10 سال روزه ای تعطیل شد که خواهر اون مجلس نمیذاشت، خواهر اون صاحب خونه نمیذاشت مجلس عزاداری برپا کنن، یک شرایطی وجود براش اومد که الحمدلله خودش شما کرد چیه التماس خدا پیغمبر بکنه. بله بسیار عالی، تشکر میکنم از تماستون آقای مرتضی. و شما بیننده های محترم نیز یقیناً تا به حال مواردی رو دیدید، مشاهده کردید، تجربه کردید، افرادی که
کارشکنی کردند در تعظیم شعائر امام حسین علیه السلام در برپایی مجالس. من شخصا خودم ده ها نفر رو دیدم، اسامیشون رو هم یادمه، چه زمانی که اصفهان بودم، چه زمانی که در کربلا هستم و از سراسر دنیا اخبار بیشتری هم به دستم میرسه و با افراد بیشتری هم ارتباط دارم. همان زمانی که بنده اصفهان بودم در اصفهان، اسامیشون هم الان در ذهنم هست که نیازی نیست اسامیشون رو بگم، کسانی که کارشکنی میکردند در عزای سید الشهدا علیه السلام به شش ماه نمیکشید که یکیشون سرهنگ فلانی، اسمش رو نمیگم، حالا اسم هیئت رو هم نمیگم، بازم فلان هیئت، مثلا چادر هیئتشون 20 سانت اومده تو پیاده رو، به جای تذکر دادن رفته با مأمور با یک وضعیت امنیتی چادر هیئت رو پاره کردند که شما مثلا به شش ماه نشد که هر دو دستش شکست، باید خداش رو هم شکر کنه که به این ختم شد، اگر ختم شده باشه. و ده ها مورد دیگر، شخصی که به دروغ عزاداران امام حسین علیه السلام رو اتهام بهشون میزد، پرونده سازی میکرد به دروغ، یک اسامیشون رو در ذهن دارم که بگم، تاریخشون رو دارم، چه سالی بود، چه تاریخی بود، کدام پاسگاه بود، کدام ارگان امنیتی بود. به شش ماه نکشید دخترهاش رو در پارتی مختلط گرفتن آقای سردار فلانی و به قدری آب رو ریزی شد براش که نتونست دیگه در اصفهان بمونه، رفت یه شهر دیگه. و باز هم و باز هم ده ها مورد با اسامیشون الان در ذهنم همش داره مرور میشه و تاریخهاش و چه کاری کردن. کارشکنی کردن در دستگاه امام حسین علیه السلام، خدای متعال در همین دنیا قبل از آخرت، آخرت سر جای خودش، در دنیا و آخرت اونها رو جزاشون رو خواهد داد. روایات در این زمینه بسیار زیاد هست و تجربه ها بسیار زیاده، عرض کردم شما هم یقینا مواردی رو تجربه کردید. کسانی که امام سجاد رو عرض می کردم که آقای مرتضی تماس گرفتن، روایت مفصل امام سجاد علیه السلام می فرمایند که راجع به زیارت سید الشهدا و بسیار مفصل عرض کردم، خدای متعال فرموده و عزتی و جلالی لعذبن من وتر رسولی و صفیی و انتهک حرمته و قتل عترته و نبذ عهده و ظلم اهل بیته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، عذابی که احدی از جهانیان رو چنان عذابی نکرده باشم، کسانی که قاتل فرزندان پیامبر خدا باشن، کسانی که حد که حرمت کنند، کسانی که آزار و اذیت بدن و دیگر مواردی که در روایات بسیار زیاد هست. وقت من هم تمام شد، دعاگو و نایب زیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.